زیارت قبر حسین مانند زیارت الله متعال بر عرش است. استفیض من الاحادیث الشریفه و بعضها صحیحة الاسناد. من زار قبر الحسین بن علی عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه، كان كمن زار الله في عرشه. این آخوند رافضی و الله را چنان که سزاوار بزرگی اوست ارج ننهادند و روز قیامت سراسر زمین یک باره در مشت او قرار دارد و آسمان ها با دست راست او در هم پیچیده می شود. او پاک و منزه است و از آنچه شریک وی می گردانند برتر است. به راستی غلو بیماری است که در افکار، عقول و قلوب برخی از مردم ریشه دوانده ایشان را اسیر خود می کند و شیعه در این راه گامهای زیادی نسبت به فرقه های دیگر برداشته و پیشی گرفته است که این اسراف در قلوب به کتابهای شیعه برمیگردد که هرگز پاکسازی و تهذیب نشده و نیز فقهایشان در مقابل این روایات خاموش ماندند. موثوق‌ترین کتاب‌های شیعه در معجزات و کرامات ائمه داستان‌های خیالی و وهمی را نقل می‌کنند که از روایات فرقه‌های خرافاتی دیگر در مورد مشایخ و اولیاء کمتر نه بلکه بیشتر است. چنین معجزات و کراماتی که برای قبر حسین رضی الله عنه یافته‌اند باید قرآن کریم به آن اشاره می‌کرد تا بر مردم حجت و دلیل تمام میشد، همان گونه که الله متعال معجزه‌ای جاوید به نام قرآن فرستاد تا برای ابدیت پایدار بماند و حجت بر جهانیان تا روز رستاخیز قائم گردد. این آخوندها از ثواب تراشی برای بارگاه ائمه چه هدفی دارند؟ چرا برای کعبه که مقدسترین مکان بر روی زمین است چنین منزلتی ذکر نمی کنند؟ آیا هدفی جز این دارند که دلها را از خالق جدا کرده و معلق به مخلوقات کنند و فرهنگ مرده پرستی را بین مردم رواج دهند؟ ولی همان گونه که طریق رسالت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم پایان یافت، معجزه نیز ختم شد و دین کامل شد و نعمت الله متعال بر مردمان نیز تمام گردید که الله متعال در این مورد به صراحت می فرماید: امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما برگزیدم.